بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. دشت و باغ و چمن خندان شد از باد بهار، انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار، انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار. حالا که همه پرنده ها رها شدن، همه کوچه ها خوشگل و با صفا شدن، بیا که بخندیم، بیا که بخندیم، دستامونو به دست هم دیگه بدیم، از عاشقونه توی گوش هم بگیم، شادی بیاریم در و روی غم ببندیم، شادی بیاریم در و روی غم ببندیم. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. 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 بفرم خواهش میکنم، بفرم. به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم با یک برنامه از سری برنامه های مهمونی. تولدت مبارک. بیا شما رو فوت کن که صد سال زنده باشی، بیا کیک تو قاچ کن که شاید گشنه باشی. مبارک، چقدر ما خوشحالیم، خیلی زیاد. ببین این تولد من نیست، من امروز تولدم نیست. بله متاسفانه. میدونیم آقای دچ. پس تولد کیه؟ تشکر میکنم. تشکر میکنی؟ برای عاقبتی که اینجا دوچارش شدیم تشکر میکنم. چرا؟ خیلی ممنون از سکوهای پرتاب بسیار بزرگی که برای ما فراهم کردید. چرا به من طعنه میزنید؟ منظورتون چیه؟ ما تصورمون از این برنامه چیز دیگه ای بود آقای طهماس. یعنی فکر میکردیم بریم به آسمون، سکوی پرتابی رو به بالا باشه. دقیقاً همین اشاره دست شما کاملا شرایط ماست. هستین میتونیم برین. بعد دیگه کارمون آقا ایرج به جای رسیده که باید برای لوبیا چیش بلبلی آهنگ بخودیم. یعنی چی میگیم؟ حرفتون رو قشنگ بزنم. امروز متاسفانه کمی این شکم پرست بودن ما به ضررمون تموم شد. چرا؟ صبحونه بیدار شدیم دیدیم قیمه خانم سفره چیده برای ما، بیا و ببین. از این ساعت تا اون ساعت. شما رو خیلی دوست داره. بلان چمون بود؟ خیر، ما رو خیلی دوست نداره. چرا؟ بعدن متوجه شدیم. یعنی ما صبحونه رو خوردیم، ایشون هی قربون صدقه ما میرفت، ما رو میذاشت جای مربا، مربا رو ور میداشت، ما رو هی میذاشت جای نمیم خامه، هی این کارو میکرد. خب بعد چی شد؟ بعدش اومد گفتش که تولده. خب تولد کیه؟ خب ما تو زندگیمون این کارو نکردیم، به خاطر یه صبحونه به چه فلاکتی افتادیم ما. خب تولد کیه؟ من سلام تشریف آورد خودت. سلام آشیشم، سلام جایم. تولد مگسیه؟ تولد من. مبارک باشه، مبارک باشه. چند سالت میشه؟ نمیدونم مام نمیدونم تولدمه عزیزم. تولدت مبارک.
مبارک باشه. قدر داد نزن. کم ویز ویز میکرد باد کنکم به خودش وست کرد. دوست داری؟ خیلی آروم باش دیگه. دوست داری؟ خیلی دوست دارم. تولد میخوام ببین چی کام بکنم توی تولد. همین کارهایی که همیشه هر روز چی کام میکنی همون کارها رو بکن. همین تولد. آره همین کارها. تولد هم بابا. پس براش بخونید دیگه. پس براش بخونید دیگه. همینجوریش هم با استراحت از دست این نداریم. الان تولد مبارک باید براش بخونید. بخونید. کوچولو بخونید. دوباره ایده؟ بخونید. خواهش میکنم بخونید. میشه من بخونم؟ تو هم بخون. نه نه خواهش میکنم. حداقل این با من نخونه. بخونه. تو خود میخونی تولدات تولدات هلال مبارد عزیزم اون صدای انکرالاسوات تو ببند بذار بخونم برات بذار خودشون بخونن میخونه خودش میخونه آره خودشون آماده 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 خوشیه تولدت مبارک مگس تولدت مبارک بیز بیز تولدت مبارک پرهم تولدت مبارک ادراج تولدت مبارک قیمه خانم جان قیمه اومدی که ما آش بله چیکار داری میکنی؟ ما دارم آش میفزم دستت درد نکنه برای چی؟ تولد این بچه هست یه تولد مگسی هست آش میپزم کسی اینجا نیست؟ نه مامان چی شده؟ میشه یه حرف خصوصی به شما بزنم؟ آره مامان بگو چی شده؟ برای مگسی تولد گرفتی؟ آره برای مگسی تولد گرفتم کی برای مگس تولد میگیره؟ من برای مگس تولد میگیرم آخه مگه شناسنامه داری میگی میدونی کی به دنیا اومده آخه چی هست که اصلا براش تولد میگیری یه روزشه خب مامان چی یه روز این همش اینجاست چی یه روزشه میخوام براش شناسنامه بگیرم میخوام بفرستمش مدرسه باهاش کار دارم حالا حالا تهماس شما متوجه هستی داری چی کار میکنی؟ آره؟ چی مگه تهماس چه فرقی داره؟ آنه سنو از آز فقط دارد مدر توزم آخه ای بس داده قند سنانه بله بله بازده پلند بله ای ایلاش کچولو چند بادکنک ها؟ آره بادکنکی بگم بادکنک میفروشی؟ برای فروش نیست خریدن اینا رو اینجورم یکی رفت تو نگفتی من آشنا دارم میدونم قیمه خانم اینا رو خریده خب تو نگفت من آشنا دارم نصف قیمت آره آره دفعه بعد میگیم به تو بگیری اینا رو گرفتن برای جشن تولده کاسب مامان کاسب کوچولو چیا؟ جانم قیم جشن تولده بچه ها که هر سال که مثلا روزی که به دنیا اومدن براشون جشن تولده قربون از منم مثل تماس الان تولد منه الان تولده قربون از منم ممنونم به فکر من بودم نه برای تولد بچه تولد شما نیست امروز امروز تولد یه بچه دیگه هست امروز یه بچه دیگه هست خودت بگو دیگه خودت بگو کیک برای اون بچه هست یه شم یه بچه شم میذاریم بعد اون فوت میکنه خب اون بچه من باشم دیگه اونو مامان جان بیا اینجا بگم بارون کوچولو امروز تولد خوشگل بابا مگسی است یه روز دیگه هم مثلا فردا هم تولد تو هست براش هدیه میگیرن کادو میگیرن براش آره تو هم باید یه چیزی بهش بدی آره ما یه کادوی یه چیزی باید بدی خوشحال بشه تولدشه بله تولدشه تولد من نیست تو تولد گرفتن تا حالا برات یا نه؟ اصلا نمیدونم چه هست تولد همه جمع میشن دور هم دیگه آهنگ میذارن کادو میدم به اون بچه به اون بچهه الان اینو همش مال دیگه مگه الان تولد من باشه الان نمیشه الان تولد من میشه الان تولد من باشه قیمه خانم شما بوده امروز تولد خوشگل بابا هست برای تو هم یه روز دیگه همینجوری همین کارا رو میکنم بادکنک میذارم یه روز دیگه تا
کیکش هم خوشمزه است. آره کیکو میبریم مامان، همگی با هم میخوریم مامان. الان باید تبریک بگم. آره مامان بیا بقیش مگه صداست. آره دی بخش باید بریم مگز بگم تولد مبارک باشه. آره مگز بیاده بخالت کن قوه بگم قوه بگم عزیزت مبارک ببین مگز خوشگله با ما عزیزت قوه بگم جاله کدوم یکی از بالاتا بیشتر دوست داری؟ اینا یا دو تاشا دوست دارم. کدوم بیشتر؟ این دو تا. تو میخوام بکنم به عنوان کادو بدهد. اما آدم بیشتر. نه حرف بد نه. حرف بد نه. حرف بد نه. حرف بد نه. حرف بد نمیزنی خب؟ یه بچه یه خوشحاله دیگه حالا. تو خدا تولد من باشه. خب میگیریم برای تو تولد میگیریم. الان نمیشه الان برای اون باشه. نمیشه الان. من دوست حرف بزن. خیلی خب برای تو میگیریم یه روز دیگه. خیلی خب الان برای تو خیلی الان تولد تو رو میگیریم. خیلی خب باشه. میگیریم ما. من همه بالکنکان خودم بهتر کنم. نه نه مامان. نه ببین بعد برای جدا یه چیز بگیریم برات قشنگتر. الان که کمد همشون بخونم. نه 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 مار همش مامان. اینو بعد خودش بیاد شم میذاریم. خودش کیه؟ خود مگسی بعد فوت بکنه اینو. مگه تو تولد مهربونی نمی کنن میخندن شادی می کنن؟ آزا راست میگه. نه نه مامان تو ساکت باش مامان. یه دقیقه راست میگه. آفرین الان فکرامو کردم. ببین بچه خوبه فهمین کادوام بگیرم. آره بس برای شما تو بفهمه من چقدر دوست دارم. آفرین خوشگل تولدت مبارک. نه نه تولدت مبارک. آقا بود 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 تولدت مبارک. من برم یه لحظه کادوشو بیارم. آره بس شما ما در خدمت شما هستیم. خوبه که دیدی چیکار کردی قیم خانم؟ دیدی چیکار کردی مامان؟ خب چی میدونستم آقا این بچه‌م این جان من اینم گناه داره دیگه. باشه مواظبش باش. خوب بود بابا کادو بیاری. کادو وقتی عصاره طعم‌های خوشمزه‌ای مثل نارگیل در کرم گرم و غلیظ شکلات غرق میشن، وقتیه که شکلات پاکوی چیچک آماده میشه. چیچک اینا نوروز رفته خواستگاری سهیلا خانم برگشتن انقدر ساکتن نمیدونم ماجرا چی هستش. میتونی بگی نوروز نوروز نوروز؟ ها بله. حالت خوبه؟ سلام علیکم. خسته نباشی. رفتی خواستگاری؟ ها دیگه رفتم خواستگاری. اونایی که من گفته بودم که مؤدب باشی این کار رو انجام دادی همه چیزای خوب و ما رفتم آقا ما از اینجا رو افتادیم رفتم خانه اونا. اونا بخواب خانهش از اینجا دور بود. بنده خودت سهیلا خانم اینا رو نمیتونی خاموش بکنی دینگ دینگ نکنه؟ بلد نیوم. آقا چند تا آقا بسته دیگه یه دو تا بسته دیگه. نه خب اینا واریزی های مختلف هن. ما بلد نیوم باشا کار کنم نیا کنین ای الان خیلی حالا ولش کن میخواب صدا ندن. چشم چشم. بعد ما رفتم به اونجا بنده خدا چقدر دوره راش ما رو تا اونجا رفتم گم شده بودیم و اینا با سیروس رو با خودم بردم. آره چرا نگفتی من بیا؟ درگیرن شما دینج هر روز مهمون میه بنزه کافی بهت بختی دارن باز با ما بیاین که دیگه بزرگتر ماه دیگه یک جوری دیگه قدش از ما بلندتر ما خود ما دیدیم دیگه. رفتم آقا تا اونجا خانه اونا رو که ما رسیدیم یکم گم کرده بودم راه رفتم دم در این زبونه کفش ما برگشته بود. خب هیچ ما زنگ خانه زدیم واکیدن رفتم پشت در پشت در اصلی شو که در زدیم ما یک رز گل شیرینی دادیم به هم سیروس کمی زبانه کفش ما رو درست کنه. خیلی خوب واقعا دیگه رفتیم تو گلشینی دسته این بود خیلی دیگه آمد تو ما نشستم خانواده شا نشستن ما هم نشستم چه خانواده خوبی بودن چه مخندیدن بابا شا مخندید مامان شا مخندید همجور که مگه خود سهیلا خانم شیرینی ناپلونی اون بود برده بودی؟ هم ما بردیم هم خودشا خریده بودن. آره خیلی دوست داره سهیلا خیلی دوست داره. خب هیچی دیگه ما رفتم اونجا نشستیم بابا شد هی با سیروس صحبت میکرد
واسه رو صحبت میکرده. خب تو اینو بردی، این مثلا بزرگتر تو بوده دیگه، با بزرگتر تو داشته صحبت میکرده. خب ها، ولی چی گفتن آخر سر؟ چی گفتن آخر سر؟ همین آخر سر ما نفهمیدیم چی گفتن. یعنی اصلا ما انگار به چه فامیل بوده با ما برده بودن، نگاه ما هم نمیکردن. از سیروس خوشی آمده بود. یعنی چی؟ مامان شما رفته خواستگاری؟ مگه نگفتی من برای خودم اومدم؟ دیگه گلشیرنی دستی جامون دیگه. خب ایم کچلوارش مشکی بود، مال ما مشکی نبود، اینا فکر کردن ایه. آره سیروس؟ سیروس؟ یره شما کجایی؟ شما رو پسندیده؟ من واقعا شرایطش ندارم آقا. من نمیدونم چرا اینجوری شد. من آخه هیچکی آدم حساب نمیکنه. اون انقدر منو تحویل گرفتن، منم فکر نمیکردم. آخه من دیدم باباش داره خیار پوست میکنه میذاره جلوی من. من فکر کردم حالا بزرگتر این داره احترام میذاره. نمیدونم چرا اینجوری شد. هی شغل ایره میپرسی؟ با شما صحبت میکردن؟ آره از من پرسید همه چیمو. وقت تو جواب میدادی؟ بعد دیگه بنده خدا سوالش. من راستشو بگم، من که بچه دروغگویی هم نیستم. اصلا نمیدونم چه خانواده خوبی هم یعنی تو رو پسندیدن اصلا؟ اصلا از این خوشش ها اصلا ما رو مگم ندیان ایرج خان، مگم ای اولش نیه وسط های خواستگاری ما نشسته بوده، ما داشتیم ناپلونی میخوردیم، یو باباش برگشت گفت خب دیگه عروستومات برن دو اتاق با هم حرف بزنن. ما هم گفتیم به چقدر خوب، بفرمین. گفت کجا بسر جان بشی. وقت شما رفتی تو اتاق باش صحبت کردی؟ من؟ آره دیگه، باباش گفت برید تو اتاق بشینید با هم دیگه حرف بزنید. دیدم بزرگتره دیگه، شاید میخواد با دومادش با نوروز بشنن تنهایی حرف بزنن. دیگه منم رفتم تو اتاق. سهیلا خانم نمیدونم چرا اومد تو اتاق. تو رفتی تو اتاق با سهیلا راجب چی حرف زدین؟ نمیدونم، میگو پنج کلمه که دوست داری چیه. به تو میگو؟ آره سهیلا میگو؟ سهیلا میگفت. اونم قاطی کرده یعنی؟ من نمیدونم، در میشست درباره نمیدونم کیه عاشق هم دیگه شدن، رومه کیه روم و جولیت. ها؟ روم و جولیت. آره اینا میشست درباره اینا حرف بزد. آخ تو بیرون بودی؟ بابا با ما از آب و هوا صحبت میکنه. خب بابا مرد حسابی، بری چی اور فرستیدی؟ بری چی مو الان نباید یعنی این سیروس باید اینجی میبو با هوا حرف میزدی ما به دو اتاق بویم. خب هی میگفت الهی که نوبت شما هم برسه جیوون. گفتم نوبت ما رسیه، ما الان و مویم. خب چرا نمیگفتی؟ دی این چی بو نمیتونستم بگم. گفتم خودش مفهمه دیگه، حتما سهیلا گفته اسم داماد نوروزه. تو خودت چرا نمیگفتی اینو؟ چی بگم؟ بهش میگفتی، به پدره میگفتی من نیستم، ایشون برای ایشون گفتم اینا دارن منو میفرستن توی اتاق، میخواد با این تنها باشه حرف بزنه. ولی چی پدره بخواد با این صحبت بکنه آخه؟ آقا پدر زنشه دیگه، میخواد آقا شاید دو تا مردن غرور دارن میخوان با هم دیگه حرف بزنن. برای چی باید توره رو بفرسته؟ برای چی باید بقیه رو بفرسته برن؟ خودش مر میگیرن ببره. خب بعد اون وقت صحبت کردیم، بعد اومدیم بیرون چی شد؟ هیچی، اومدیم بیرون و بعد باباش گوشیشو داد به من، گفت شماره تو بزن. بعد منم گفتم رفیق شدیم دیگه با هم دیگه. من گفتم بزرگتر، من فکر کنم من بابای نوروزم، من خودم واقعا فکر کنم باباشم. خب گفتم آره یه میسکال بندازی شماره من داشته باشم. خب تقویم آوردن عید مشخص کنن، اینا رو عقد کنن. آقا فکر کنم عقد اینا رو میخوان مشخص کنن. وقت تو روز گفتی 25 پاس بردای مرتی که ما الان پاس بردان نرم چکا گلو. خیلی خوب توهین نکن بش، اینم زحمت کشته اومده اونجا با تو. زحمت چی میگم؟ عمل سویلا رو گرفت، زحمت چیه؟ اصلا تو چرا تاریخ تعیین کردی؟ چرا اصلا دخالت کردی؟ بزرگترش بودم، پس رفتم اونجا چیکار کنم؟ اون مهری اونا چی؟ مهری آقا یه چیزی گفتم که اونا خیلی راضی بودن. انقدر خوشش اومد، گفت چه پسر خوبی. چقدر آدم منطقی. چی گفتی؟ گفتم هیچی، هر چی که شما بگید. بعد تاریخ تولد سهیلا خانم و تاریخ تولد مادر سهیلا خانم و تاریخ تولد خودشون رو جمع زدم، اون شد. من گفتم چشم. داره دیگه. حالا کی جمع رو بزد؟ موی بدبخت کاغذ آوردن با قلم، میگن اگه میشه همینا رو جمع بزنن. انگار ما میخوام اونا رو بدم. حالا اونی که مشکلی نداری که تو. نه بابا اون همونجا میدادم. سه تا از این موبایلا رو میدادم واریزیاشو، میدم مرفتمون برم. گفتم یه دونه خونه براتون میگیریم، نمیدونم بهترین ماشین رو میگیریم، بهترین جا رو عروسی میگیریم. من از طرف این حرف میزدم، بعد دست میزد در پای من، میگفت خیلی ازت خوشم اومد جوون. به موم هی مزد تو گفت انشالله نوبت تو جبو. کی پدره؟ خیلی بفهم. ببخشید خواهش میکنم. چی شده؟ هیچی.
خب بگین شما برای من بگین. ایشون با ایشون پاشده اومده خواستگاری من. هیچی دم در ایشون قوطی و گل و دادن دست ایشون. درسته؟ بابای منم فکر کردن ایشون داماده. خب بابا زبانه کفشون برگشته بود تو. ما چم دنستم 5 دقیقه دارم در بزنم کسی در وانه کرد. ما خم رفتم در وانه کرد. آقا نوروز آقا ایره چه خانم بیا اینجا ببینیم چه خبره. چی شد؟ خراب کردن. شما بگو چه خبر. این که نمیگه برای ما. این سیروس چه بلای این سیروس. اون میگه برین تو اتاق. گفتم برای شما میگه برین تو اتاق. این بلای شده اصلا به ما نگاه هم نمی کنه. مستقیم رفته با سویل تو اتاق. دکتر کته خانم. حالا اینا که رفته همه رو گفت بابا. من مامانم اینجوری میز رو تزیین کرده بود. یه دونه ظرف شیرینی ناپلئونی گذاشته بودیم. این میزمون رو تزیین کرده بودیم. خواستگار داشت میومد دیگه. ما هممون خوشحال بودیم. هیچی این چشش فقط به این خوراکی ها بود. 100%. یه دونه ناپلئونی خورد. 2 تا ناپلئونی خورد. 3 تا ناپلئونی خورد. بابا بسته دیگه. چند تا بعد میخورد همینجوری خاک قنده میریخ رو زمین. خب ناپلئونی سخت خوردنش. شما دیدی یکی رو آوردی اگه سالم ناپلئونی رو خورد ورداش ایره نریخ از خاک قنده ما به شما جایزه میدم. ولی ایشون ناپلئونی میخورد. آره این پیش دستی رو گرفته محشر. بود بالا چجوری ناپلئونی رو میخورد یه دونه خاک قندش نریخت. حتی تو پیش دستی جدا میکردم با چاقو. بعد با چاقو اینجوری میداشتم دارم. مدهوش شده بودی ما انقدر قشنگ داشت. خب این رو یاد بگیر. از این یاد بگیرم. آره خب شما یک چیزی میگی این تا دیروز ده اینجا املت نون بربری رو منداخته بالای املت 5 تا انگشت رو میچر خون میذاشته دهنش. من نمیدونم یهو چشه به یک حالا اینو پیش رفت یارو اینو براتون نگفتم. خیار برداشته. خب اینا چه کاریه؟ خیار صدا میده ایرش خان. تقصیر من نیه. خیار صدا میده شما خود تا دیین. حالا سیروس آخن. خیار انگار آب میخوره تو سیروس. تو پیش دستی؟ این خودش الان تبخون ورش رو تعریف نکنه. بزرگ بگه اینو بگو گذاشته تو پیش دستی. یه پاشو انداخته رو پاش. چه جوری پوست میکنه این موز پوست کنده اینجوری این خیارام آویزون. بگو تعارف کردم به بابات. مامانم نمیدونی گفتی سفره آرایی بلده. منو میگفتا من بیشور. این کیوی رو ببین چه تزئینی میکنه. میتونم توضیح نمیدونی. سویلا خانم آقا سیروس تبریک مگم خدمت تا ماشالله مبارک باشه. با دل خوش این داره جلوی ما از این تعریف بکنه. این داره برگشت بده. اویم داره قند مثلا بده. ما بریم ما مروم و واریزی ها. بشین مامانم تعریف کرد. بشین تو اگه درست برخورد میکردی این اتفاقا نمیافتاد که. تو که مرد گنده ایه بابات. خب خودش خیار برداره بخوره. ما وردارم پوست کنم بدم به اون. باور کنن ما برای خودم پوست نکردم. در خدمت شما هستیم. آقای ایرج درست میشه یعنی؟ آره نمیدونم چه اینجوری شد. من زنگ میزنم به پدر شما توضیح میدم این رو حل میشه. چه مرد نازنینی. آقای ایرج شما نریا. شر میشه اصلا شما نرو. راست بگه شما نیم با ما بخواستگاری. چرا؟ اینا این رو قبول کردن آقا. شما رو میفرستن تو اتاق. شما رو برن که با سویل خانم تو که شما برن دو اتاق. من که عقلم میرسه بهشون میگم من که من نیستم. اصلا نمیتونین دو اونجا باید ساکت رن برن دو تو اتاق. پدرش هر کی بگن باید برن. پدر جذبه داره. خیلی خوشحالم آفرین اومدم تو مهمون برنامه مهمون. خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. ما اینجا یه مشکلاتی داریم. خیلی خوشحالم. گفتی دیگه. خیلی خوب بود آفرین. یه بچه براش تولد گرفتن مگسی رو و ما مجبوریم که یه مهمان داشته باشیم برای اینکه حواسشون پرت بشه. خیلی خوشحالم. گفتی تو مهمونم برنامه مهمونم. فراموش کنم و اینا در خدمت شما هسته. میخوام خواهش کنم تو یه سوال از خودت بپرسی خودت هم جوابشو بدی. خودم مگه؟ بله؟ مگه خودم؟ نه میخوام یه کاری انجام بدیم با هم به بازیه. بازیه؟ یه سوال از خودت بپرس یا بعد جوابش هم خودت بده. خب بذار یکم فکر کنم. فکر کن ببینم. چرا اونجوری میکنی؟ من نمیتونم. من تسام ببندم فکر کنم. خیر فکر کردی؟
قدر دارم فکر میکنم اجازه بدم. خیلی شما وقت زیادی نداریم فقط. چه؟ سریعتر باید جواب بده دیگه. اصلا مهمون میاد اینجا میگه خیلی اصلا عدلان نکن کلی وقت داده. الان به من دوستو میگه وقت نداده. معذرت میخوام. بله شما وقت دارین. قشنگ فکراتون رو بکنم. آفری فکراتو کردی؟ فکرم کردم. بگو قشنگ یه سوال از خودت بپرس، خودت هم جوابشو بده. آدم اگه شعور داشته باشه تولد برام مگس میگیره؟ نه قربونت برم، من بیشعور نیستم واسه مگس تولد نمیگیرم عزیزم. آخ آخ دوباره رفتون. حالا میخوام اینو آخم برای مگس تولد میگیره تماس. ببین من که نکردم. من خودت دادم میگیرم. من برای من که نگرفتم، قیمه خانوم گرفته. من آبروی تو آبروی منم هست. آفرین آفرین. من مگس آخه آدم تولد میگیرم. منم ناراحت شدم. میخندم برای تماس. چه مهمان خوبی داریم ما اینجا. یه پسر ماه داریم ما اینجا. خیلی خوشحالم. آره. که مهمون. آره گفتی اینو. میخوام خواهش بکنم 5 تا کلمه ای که خیلی دوست داری هر وقت میشنوی خوشحال میشی رو برای ما بگی. 5 تا کلمه بدم؟ آره. حتی دلم خواست؟ آره دیگه. دوست داشته باشم؟ آره دوست داشته باشی. خیلی خوشت بیاد. چقدر خندت بگیره. خیلی خوب دیگه. باش بکنم خندم دادم. خیلی خوب بگو. خب اولی فرشه. واقع کلمه خوبی نیستش. من دوست دارم. خیلی خوب باش. فوش اولیشه گل. گل بله خیلی کلمه قشنگی. آدم خوشحال میشه. بله خار. خار افضل. خار گل افضل. باشه نمیدونم هرکتو دست بزنم به گل. خیلی خوب باشه. سه تا ساندویج مکارونی. ساندویجی مکارونی هم شد 4 تا. چیه؟ چی میخندی؟ خیلی خوب بگو دیگه. حالا روم نمیسه تمام. بگو اون کلمه که دوست داری رو بگو. دختر گلفروش. دختر گلفروش هم دوسته. افضل یه دوستی داره دختر گلفروشه. با هم دوست هستن. آبونش بدم. آره 5 تا کلمه قشنگ گفتی. آفرین. حالا 5 تا کلمه ای که بعدت میادم بگو. بگم؟ بگو. فوش. فوش که گفتی خوشم میاد. خب دیگه بگمش خوشم میاد. وقتی به میگن خوشم نمیاد. آها خب. گل پلاستیکی. گل پلاستیکی دوست نداری؟ آره. دیگه چی؟ خار. خاره که گفتی دوست دارم که. خب دیگه بقیه دست میزن میره تو دستشون خوشم میاد. خودم میره تو دستم خوشم نمیاد. آها برای بقیه که بره تو دستشون اینجوری برای تو نه. خیلی خوب دیگه. بی‌معرفتی. بی‌معرفتی بعدت میاد. آفری. اما آدم نزده کسی بی‌معرفت بازی بازی من در آدم. بله میدونم عصبانی. من که پانسو میرم بازم. عصبانی نشو دیگه. من مهمونم. خیلی خوشحالم. میدونم. آره گفتی. آره قشنگ گفتی. آخریش چیه؟ 4 تا کلمه شد. سوسول بازی. سوسول بازی خوشت نمیاد. نه چه مسخره بازی سوسول بازی. آره خب حالا میتونی برای ما یه حرفی بزنی، یه چیزی تعریف بکنی که اینا توش باشه، این کلمه ها؟ نه نمیتونم. نمیتونی؟ بابا چه مسخره بازی؟ مگه اومدیم مدرسه؟ خیلی خوب باش. پس من یه تابلو بشو با نشون بدم، شما قشنگ نگاش بکنی. اینو سریع هم درست کردم، یه ذره ببخشید خوب نشده. بگو اینا تو چیا هست، یادت بمونه من بعدا ازت سوال بکنم. خب یادم موند. یادت موند؟ همه رو؟ همه رو. همین الان همه رو؟ همه رو یادم. آفرین چه حافظه خوبی داره. حافظه تصویریت خیلی خوبه. آره؟ آره بد نیست. خیلی خوب. یه چیزی برای من تعریف کن، یه خاطره، یه چیزی برای من تعریف کن، هر چی که دوست داری از بچگی تا الان که الان بزرگ شدی. ها دوست دارم فکر کنم یه چیز دیگه میاد تو مغزم. خب قشنگ فکر بکن. فکر میکنی بس سرشو بذاری. آخه تماس. بله. ها دارم فکر میکنم هی یادم میاد تو واسه یه مغز تولد گرفتم. خجالت نمیکنسه تماس.
مردم میخندم به بعد خود دارم. من نگرفتم، قیمه خانوم گرفته. باشه بابا، همه میگن تماست مرد گنده است، رفته برای این مگس تولده. من میخندن، من آبرون منم میره، مجبورم دعوا کنم برم اونا رو بزنم. وقتی پر کنم خیلی 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 من مادر نزاریده کسی باز دهن تماس هر بزنم. چل دهن، چل دهن رو بگید. نه مهمونم، فقط تا این راست میگم. خیلی آفرین، خیلی خوشحالم که آره، مهمون برنامه. گفتی اینو، گفتی یه خاطره، یه چیزی برای من تعریف بکن. میخوام چهار حس رو باید بازی بکنم. آخه یادش بخواه. بگو قشنگ. آفرین. نه رو بسونه جا دیگه تعریف کنم. نه دیگه میخوام باش. من به تو میگم. میخوام بازی بکنی مثلا. تماس. پارسال جا دادم دختر گفروسه دار جازه میکنم. خب رفتم پیشش، گفتم قابلت بازم چرا داده گرزه میکنم. گفت رفتم شهر بازی سوال چرخ و فلک شم، من را ندادم. من گفتم قابلت بازم، از مادر نزارده کسی تو را را نداد. گفت اخه پول نداده. من گفتم دو سه روزی وقت بده. همه گلم رو ارزونتر فروختم، پولم رو جمع کردم، پا رفتم با دختر رفتم سهر بازیز. آفرین. من آقایر گفتم بده بینیم با سفر شیم. گفت اینجا جای شما نیست، برو آقایر، برو آقایر. منم پول رو پرت کردم تو صورتش، گفتم ببین این پول چهار نفره، دو تایی میریم سواره، یه دونه از اینا میشیم که چهار نفر سوارش میشن. کوکو پر یادو ریخت، سوار شدیم. تماس این چرخ و فلکه رفت بالا، رفت بالاتر، رفت بالا. آفتاب میخواد تو صورتمون. من نگاه کردم، و چقدر اینجا بالا داریم میدیم. من آدم ها کچلو شده بودم، خیلی کچک. بودم بابا ما چه اینقدر فکر کنیم بزرگیم، چقدر کچلویم ما. بعد به خودم گفتم قربونت بدم، وقتی بزرگ شدی شبیه اینا نسی. من رسیدیم بالا رو بالا، من بالا رو وایستم، انقدر نگاه کردم دور و برم و تماس، انقدر قشنگ بود همه چی. شد بهتر روز زندگیم تماس. آره در خدمت شما هستم. سلام، به بخش موسیقی ملل رسیدیم و امشب قراره که با همدیگه با صدای ساز بوزوکی بریم به کشور ارسطو و افلاطون، یونان. بله، در آتن نزدیکی آکروپولیس، اما یک محله‌ای هست به نام پلاکا که پر از کوچه باغ‌های سنگیه و کافه‌های زیبا. اونجا میتونیم توی یک کافه پشت یک میز سبز روی یک صندلی سفید بشینیم و کافه فراپه یا قهوه یخ زده سفارش بدیم، مزه بکنیم، لذت ببریم. بعد از اون به سمت دریای اژه میریم و جزیره رویایی سنتورینی، جایی که مردم محلی میگن همون جزیره افسانه‌ای آتلانتیس که افلاطون توی رساله جمهوری بهش اشاره کرده. و چقدر دلنشینه که اونجا توی ساحل قدم بزنیم و به موسیقی زوربای یونانی گوش بکنیم، اثری درخشان از میکیس تئودوراکیس
که امشب خوشنوازهای موسیقی ایران اون رو قرار برای شما اجراش بکنن. بفرمایید ببینید و بشنوید و کیف کن. بله، این هم قسمت موسیقیمون بودش که دیدیم با شیرینی خوردی؟ تاریکی بوده شیرینی خوردی؟ هم اگه من با مهمون نیست مهمون هستی، ولی تو تاریکی اگه چجوری خوردی اینه من رو؟ خب حسنم سر رفته بود، تمام هست بنام شونه خودم، من مهمون خیلی خوشحالم. میدونم خیلی خوشحال، میدونم خیلی خوشحال، ولی مهمون میذاره چراغ روشن بشه بعد میخوره. اینجوری تو تار... مهمونمون اینجوریه که وقتی تو تاریکه میخوره. خیلی خوب، خیلی الان میخوام ازت خواهش بکنم به عنوان مهمان برنامه من. خیلی خوشحالم مهمانم. آفرین مهمانم که این تابلویی که دیدی رو برامون بگین که چه چیزهایی توش بود. یادت میاد؟ قشنگ فکر بکن. نه ببین کلک نداریم. نه یادم هست، یه بشقاب مکرونی. خب اونو که میدونم، حتما یادت بوده. چیا دیگه غیر از اون بود؟ آقا فعال مهم بود. میدونم مهمه، دیگه غیر از اون چیا بود؟ ستا پیتزا بود.
آفرین آفرین. دیگه چی؟ یه دونه از اینو جدا شده بود از این پیزا، دو دست میافتاد پایین. آره میگن آره. بعد یه دونه از این همبرگره بود. ای اونم یادته؟ آره. آفرین آفرین. از این پنن منر زردم توش بود. آها. سیب زمینی هم بقید دستش بود. آها. دیگه؟ بعد از این موزه بود. موزم بود. آدم. موز چند تا بود؟ موز یه دونه بود. یه دونه؟ آدم. خب. یه دونه من از این چهار تا بود وست بودم با همدیگه رفیق هم. آها چهار تا بودن؟ چهار تا کنار همدیگه رفیق این دونه بغل کرده همدیگه. خیلی خب. بعد دیگه چی؟ بعد ماهی بود، ماهی قرمز. خب گناه دارم بابا اینو ولش کن، اینا رو نگیرم بندازم تو کن. عکسشه نه ما چیزی؟ بعد پروانه هست. پروانه آفرین آدم. آفرین یه شاب که وقتی کرمه خوشگله بعد پروانه میشه زشت میشه. آره پروانه شاپرکم بهش میگن دیگه. بعد یه آقا اونجاست. اون کیه؟ لیوناردو کاپلو. چی؟ لیوناردو کاپلو دیگه. میشنه بلدی بخونی؟ خارجی هم بلدی؟ خب بذار ببینیم خودت نگاه کنی درست گفتی؟ نمیخوام دیگه خودم بلدم بابا. همه رو درست گفتی؟ افضل. آره؟ افضل اونم لیوناردو دیگه. آره ولی خب موش سه تا بود گفتی چهار تا. ها یه دونه چه خود تم از من نه خود بلد میکرد بابا به خدا گنده شده تو. نه من بزرگ شده عکسش تاریک شد موز خوده. بچه میگم من نخوردم و عکسه. خب آفرین به این که اینقدر هوشت خوبه، حافظه تصویریت خوبه. خب میریم سر چهار حس ببینیم شما بلدی حسای مختلف رو بازی بکنی، بلدی غمگین بشی، بلدی شاد بشی، بلدی عصبانی بشی. آره بلدم عصبانی باشم. آره بلدی بی حس باشی، مثل ماست باشی، هیچ حسی نداشته باشی. یه چیزی تعریف کردی شما، یه خاطره تعریف کردی، میخوام خواهش بکنم دوباره اون خاطره رو تعریف بکنی ولی هیچ حسی نداشته باشه، مثل ماست باشه. مثل ماست بگی. آفرین. باشم بگم بعدش میدی ماست بخورم؟ ماست هم میدم بخورم. ماست موسیره؟ نه ماست ساده است. چرا اینجوری میکنی؟ دارم فکر میکنم تمرکز. آفرین آفرین. عجلم نداره. خب تمرکز کردم. آفرین. همون خاطره رو بگو. پس ها دیدن دختر گرفوش گزه میکنه، گفتم از مادر نظر ده کسی تو رو لانده چرخ و فلک. رفتم گلام و زیر قیمت فروختم، خاک تو سرم رفتم سر بازی. یارو گفت جای شما نیست برین عقب، منم پولو پس کردم تو صورتش. گفتم ببین این پول چهار نفره ولی ما دوتایی صفه میشیم، فهمیدی؟ اما مادر نظر ده کسی باز عصبانی شد، قرار شد بیهست باشی. آخه جای یادش رفتم اصلا خود شد. خیلی خوب ولش. اصلا با حس شادم میتونی برامون بری؟ آفرین آفرین. ببینیم با حس شاد چجوری. آها داره تمرکز میکنه باشم. خب آماده شدی؟ پارسال دیدم دختر گروه کل فروزه گرزه میکنه، گفتم از مادر نزارده کسی تو رو راه نده چرخ و فلک. رفتم این گلام و زیر قیمت فروختم، خاک دوستم. دیگه رفتم شهر بازی، یارو گفت جای شما نیست برین عقب. منم پول پرس یعنی تو سوی گفتم برین این پول چهار نفر مادر نزارده کسی برین. نه 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 ببین عصبانی نه ببین عجب این عصبانی میشینم. ببین خیلی خوب بود، خالی شدم تماس نستدانه کنم تا به اونجا هستش. امکانش داره که برای ما باعث عصبانیت بازی بکنی؟ راستکی نه بازی بکنی. ادای ادای فوش بدم الان اینقدر صبر نه. خب مگه نمیگه عصبانی باش؟ عصبانی باش آره، ولی همونا رو بگو، حرف دیگه نزن، همون خاطرت رو بگو. فوش نمید بدم چه سخته. آره دیگه بازیگری سخته دیگه. پرسال دیدم دختر گلفروش گرزه میکنه، گفتم ببین از مادر نزایده کسی تو رو راه نتو. چی
چی گفتم؟ خیر بسه 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 خودتو کشتی بسه 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 اصلا خیلی ممنون دستت دردم بذار ازت یه سوال سخت ازت بپرسم رحمادان نزارده سوالی که سخت باشه برا من نه سوال سخته دیگه خیلی سخته تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک بیا شما رو بود کن که سنسا زنده باشی بیا شما رو بود کن که سنسا زنده باشی بابا همه میتونم بیان بگم مگسی برای اینجا گم شم برای بابا مگسی عزیز دلم قربونت بشم من برای تو کادو گرفتم برای تولده برای شما کادو گرفته مگسی کادو تو بده بهش به داداشت ببین برای شما کادو گرفته واقعی آره برای دوست داشته سویل خانم اینو براش باز بکن چه کادوی خوب 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 ببینم مبارک چیه آروم باش آروم باش چیه برای میده آروم باش باره کرد بله بله خوشگل بابا خوشحال شدی قربونت بادم من تو خیلی دوست دارم یعنی دیگه چوب نمی کنی تو دهنم نه قربونت بادم فعلا میتونه دوتا بالتو داشته باشه عزیزم ما یواشکی و بردی میشه همه شو فوت بکنه ببریم اونجا منتظرم من به خدا ها چی بذارین شمش رو فوت بکنه که دیگه تولدش باشه بله بذار فوت بکنه فوت بکن بله فوت بکن چه قشنگ فوت کرد خوشحالی؟ آره خوشحالم آره خوشحالم ولی زشت نیست کیک عروسی و وعداش نوردین اینجا؟ کیک عروسی نیه کیک تو تولد توه قاچش کن الان قاچش کنم چاقونه دارم اون کیک عروس دوماد آوردید بعدی بچه ها؟ الان اینجا من میرم تو آشپزخونه قاچ میکنم همین دارم آره بزرگه آره باشه آره مثلا دیگه من قاچ میکنم تو آشپزخونه برات میارم اشکال ندادم اشکال ندادم میام برای تو یک دکه بخوام بگیرم توش گل بفروشی بهوه خوشم از این قرطی بازی نمیام از قرطی بازی این چی خوشت نمیاد دکه یه دکه پسر میدونی چند دکه الان قیمت دکه یه چند دکه عروس آمد منتظر نه من قاچ کنم بیارم یواش ماما یواش مال مردمه حالا بگیم من برای چه کادوی خریدم چه آوازه برای من چه آوازه من تو هر وقت بیای اینجا من برات ساندویچ ماکارونی میپزم با دوغ اینجا که ما خودم درست میکنیم اگر سامون گرفتین خونتون براش درست بله بذار خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم بگیر بگیر من حرفی نزدم قایم موشکه داره تصمیم میگیره اینجوری تصمیم میگیره فکر میکنه آره خب تصمیم گرفتی تصمیم گرفتم خب کادومو قبول میکنم خیلو بزن پس براش آقای شاباش آقای دیجی تولده همه جای باشه خدمت شما هستیم تولده این رنگ
ایرج عادت داداش این موقع شب پاشه بره دستشویی که نکنه رفتی کلن از اینجا. میبینی نیست دیگه، برو دیگه. میبینی نیست، برو. این صدای مغز منه؟ نیست ایرج، نیست، برو. ایرج نیست؟ یعنی چی ایرج نیست؟ بابا نیستش دیگه، میبینی؟ ایرج چی رو این کار رو میکنی؟ اون پشت چرا رفتی؟ چه قیافه ای بر خود درست کردی؟ عینک برای چی زدی؟ چی شد؟ بابا رفتی اون پشت قایم شدی که از چشم من دور بمونی؟ آره؟ آره گفتم یه اینجا بخوام از تو اذیتم نکنی. حالا یه نیش زدن، این همه قایم شدن و استنتار و پشت موب رفتن و خودتو بد خواب کردن و این همه جا به جایی نمیدونم رخت خواب و اینا ندارم. چرا این عینک زدی؟ چرا این شکلی شدی تو؟ کجا بودی؟ رفته بودم تئاتر شهر. تئاتر شهر؟ آره. تئاتر سر یعنی نمایش ببینی، این جایی که نمایش نشون میدن تئاتر. آره دیگه، ما دیدیم آدم زیاده، یکیشون رو انتخاب کردم، تو اونایی که حرف میزد ساکت بود اونو زدم. احتمالا بازیگری چیزی بوده. آره دیگه. آره تو نمیدی بزنیم دیگه، تو زدی دیگه. ببین طمع حرص چقدر. آره آره آره. اصلا من اینجا چی کار میکنم؟ بخواب تو ایرج، بخواب، بخواب ایرج، بخواب. شبت بخیر. این بر نمیای یا اون بر نمیام؟ این بر نمیای. بانی باشه، تو رفاقت دارم بهت میگم. باشه ایرج، باشه، فهمیدم. شبت بخیر. زدن یا نزدن مسئله این است، آیا بزرگواری پشه در این است که زخم پشه کش و حشره کش را تاب آورند، یا در مقابل همه اینها بی خیال باشد و با ایستادگی خیش بدان همه پایان دهد و به سوی رگ پس کله یا رگ دست یا بالای قوزک پا روانه شود و بزند هر آنچه می خواهد. اعصابم خون شد ایرج. آه 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 فکر کنم تو هملت زدی. چی زدم؟ هملت. هملت زدم؟ آره یه بازیگری. آره هملت زدی، یه کسی که هملت رو بازی میکرده. هملت با... بودن یا نبودن. آره 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 آخ آخ آره. آره این حالا تا صبح تو هملتی. خب یعنی چی میشه؟ تا پاک بشه ازت، تا اینا شسته بشه بره. اصلا شسته بشه بره؟ آره. با این رج اصلا یه حال بدیم، یه حال شک و تردید دارم، احساس میکنم یکی بابامو کشتی. از همه بدتر احساس میکنم عموم بوده که بابامو کشتی. خب اینو مال اون نمایشه، بعد ببین یکم را برو استراحت بکن، اصلا فراموش کن. بله بله بله. بتونی بخوابی. بله بله بله. برو بخواب، برو بخواب، بخواب، بخواب تو. خودت مسلط باش. بله چه این هست تو بخواب. زنده بودن یا نبودن، آه ای بادها بوزید و جوراب او را درآورید، یا پتویش را کنار زنید تا من نیشم را در رگهایش فرو کنم، و اگر او نداد بزنم شمشیر را در او فرو کنم و به زور بدم. بچه بنی خیلی حالت بده. خیلی حالم بده ایرج. ایرج خواهیش بگو من چیکار من الان بکنم. خیلی حالم بده. من برم کلونیوس. کلونیوس دیگه چیه؟ آها اون عموشه. راست بگی گرفتاری داره. آره هوراشیو، 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 نمیدانم چه کار بکنم من. احساس میکنم زخم شمشیری که در من رفته به حشره کش آغشته بوده. هوراشیو، هوراشیو، دستم را بگیر. بیا اینجا، بیا اینجا. دستم را بگیر هوراشیو. بیا اینجا ببین، دست سخت نگیر. یه ذره آروم باش، آروم باش، آروم باش. ایرج. بله. باور میکنی من الان فکر میکنم تو جولیتی. دیگه خیلی قاطی کرده دیگه، رومو و جولیت هم قاطیه. دستمال من کو دزده مونا؟ دستمالی که من بتون دادم کو؟
رفت سراغ دستمال دیگه خطرناکه. دستمال منو بده. نه دیگه وقت و برنامه تمومه. دلمونه دستمال من کو. الان به من بگو دستمال من کو. ببین دستمالی که من دیروز به تو دادم کو. ببین اوتل اصلا دست من نیست. نه نه دست توی من خونم دستمالو به تو دادم. دستمال منو بده. خواهش میکنم دستمال منو بده. نگو دستمال من دست اینکی دیگه است. ببین اوتل همه جانو بگن دستمال من بده. یا دستمال من بده یا جورابو تو درات بده بزنیم. الان میرم از آشپزخونه میارم دستمال. نمیخواد اون جورابتو درات. اون جورابتون دران خواهش میکنم اون جورابتون دران آخ نه دیگه به من شروع شد نه نه جورابتون دران میخوام بده بده بزن آه بده بزنیم ایران خزی شدم از زندگی باورت میشه آره باورم میشه خیلی حالم بده نزن تو بده بزنیم بجوری به من آشنا بزن خندت شروع یه اتفاقه دل تو مثل یه کوچه باقه همگهات برگ تو ناد و انزود قلب تافیز بدون از انزود ته خوبه با ازم قدم بودن چقدر شیرین دوره هم بودن توی سبا توی مه بزونی توی ستاره این مهمونی بارون میتونه که زیده دو چر جمع کنه تموم آدم ها رو بارون بوسه بارون شادی میسونه سیمرغ پشت کوه قاف بلا قل نشین رویا باف بلا بلا رویای منو بافتی بلا شادی را انداختی با صدای چی؟ با صدای خنده صدای آواز پننده دور هم شب خوشی بلنده افزون تشکر میکنم افزون تشکر میکنم افزون تشکر میکنم حال دلم خیالت راحت عاشق که بشی عید هر ساعتی باییت مثل یه نقاشی عکس ماه توی حوض کاشیه وقتی دل دست شدی لبریزه شب مهمون خیال انگیزه امشب شب توی ایست و پریش شب مهمون ستاره بارون تو باشی دل دنیا رومه شاد و کلاف کلام جانا خدا دارم آبا سیمان پشت کوه قاف آمه قل نشینه